با درود به هموطنان گرامی، من رضا علوی و شما بیننده برنامه آشیانه اندیشه ها از تلویزیون اندیشه هستید. امروز 15 ژانویه 2020 است. در خلال 2 هفته پیش در سرزمین ما حوادث جوراجوری اتفاق افتاد و بحران سرزمین ما رو عمیق‌تر و ژرف‌تر کرد. نخستین حادثه حادثه ای بودش که با کشته شدن قاسم سلیمانی آغاز شد و برای روزها در رأس اخبار جهانی قرار داشت. به این مسئله میپردازم و به این پرسش پاسخ خواهم داد که چرا مردمانی که تا 2 ماه پیش شدیداً مخالف جمهوری اسلامی بودند و شعار نابودی جمهوری اسلامی را سر می دادند و شعار نابودی ولی فقیه و ولایت را علم کرده بودند، بخشی از آنها یا پاره کوچک از آنها در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند. و نیز می پردازم که چرا متاسفانه پاره ای از مردمان ما و هنرمندان ما و نویسندگان ما هنوز آگاه نیستند که این قاسم سلیمانی چه نقشی در تخریب خاورمیانه، در شعله ور کردن آتش خاورمیانه، در قتل عام مردم سوریه و مردم عراق داشته و چگونه و چرا در گسترش داعش نقش ویژه ای بازی کرده و چگونه و چرا پای امریکا و روسیه رو در منطقه بیشتر گشوده. حادثه دومی که پیش آمد یک انتقام نمایشی، یک انتقام کودکانه، یک انتقام ابلهانه ای بودش که از سوی حکومتیان انجام گرفت. کشوری که ادعا میکنه که صنعت و تکنولوژی موشکش برترینه، با فرستادن تعداد موشک به پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد، پاره از آنها، از آن موشک‌ها در جنوب اربیل سقوط کرد و به بیابان خورد و پاره دیگه بلند نشده در خود ایران واژگون شد و تک و توکی از آنها بالاخره خودش رو به عین الاسد رساند و بدون هیچ کشته و بدون اینکه خونی از دماغ کسی بیاد حکایت تمام شد. تمام خبرگزاری ها، تمام اسناد دال بر این است که صدمه‌ای به کسی زده نشده. چرا؟ به خاطر که جمهوری اسلامی پیش از آن اطلاع داده بود که قصدش این حمله ای داره. نخست وزیر عراق میدانسته است و فرمانده عین الاسد میدانسته است که چنین حادثه ای قرار اتفاق بیفته، اما هنوز که هنوزه سران سپاه بر شیپور تبلیغات خودشون میدمن که 80 نفر از سربازان امریکایی رو کشتند و 200 نفر رو زخمی کردند و باقی قضایا. و موضوع سوم، مسئله هواپیما شلیک 2 موشک به هواپیمای مسافربری، کشته شدن نخبگان و پخمگان جایگزین شدن، کشته شدن نخبگان به دست پخمگان نظامی حکایت دیگری است که جامعه ما رو زخمی کرد. ایرانیان رو یک زخم شرفی در وجودشان به وجود آورد. چرا ما ایرانی ها باید این هزینه های سنگین رو پرداخت کنیم؟ و چیزی فراتر از دروغ، مخفی‌کاری. در اون لحظه 27 هواپیما حرکت کرد. در اون سحرگاه صبح چهارشنبه 27 هواپیما در هوای تهران بود. و اگر این موشک ها به یکی از هواپیماهای داخلی میخورد که مثلا از تهران راهی مشهد بود، صداشو در نمی آوردن. فشارهای بین المللی باعث شد که حکومتیان دست پاچه
واقعیت و یا بخشی از واقعیت و اونم به دروغ به ناراستی بیان کنند. و اما پس از اون بود که اعتراضات بزرگی در تهران و چند شهر دیگر آغاز شد. چند لحظه‌ای بپردازم به ویژگی‌های اعتراضات 3-4 روز اخیر. نخست اینکه حکومت در آبان، یعنی 2 ماه پیش، تلاش کرد که با ایجاد رعب و وحشت و از طریق کشتن شمار زیادی از معترضین مردم را در خیابان‌های خودشون خانه نشین کنه. و بی دلیل بود که به دلیل نگرانی از گسترش اعتراضات و فروپاشی حکومت، حکومتیان و سپاهیان دست به شلیک مستقیم زدن و 1500 نفر یا پیش از آن رو قتل عام کردن در عرض چیزی در حدود کمتر از 5 روز. اما حرکت اخیر جوانان نشان داد که تاکتیک رعب و وحشت کار نمیکنه. دومین خصوصیتی که این اعتراضات داشت مسئله این که اعتراضات داره پی در پی انجام میشه. اگر در اعتراضات تیر 78 دانشجویان ریختن بیرون و اعتراض کردن و 10 سال پس از اون در خیزش سبز 88 دوباره اعتراضات گسترده در تهران و شهرها آغاز شد و پس از اون در دی 96 انجام شد و پس از اون 2 سال پس از آن در آبان 98 انجام شد، گویا در حال حاضر روز به روز فاصله اعتراضات بزرگ مردمی و ضد حکومتی کمتر و کمتر میشه و مردم تقریبا به طور پیوسته در حال اعتراضات خیابانی هستند. تکرار اعتراضات باعث شده که تقریبا نیروهای سرکوبگر به طور نسبتا پیوسته ای مجبور به حضور در خیابان هستند. بنابراین ما امسال در خلال 2 ماه پیش 2 اعتراض بزرگ مردمی داشتیم، آبان 98 و دی 98. سومین مسئله که مطرح هستش اینه که هموطنان به خاطر دارن که چند ماه پیش 14 نفر از کنشگران سیاسی در داخل کشور درخواست استعفای رهبر دادن داشتن. تقریبا همگی اینانو بازداشت کردن، تقریبا به همه اینان سختگیری کردن و پس از اون 14 نفرهای دوم و سوم و پیدا شد. افراد به عنوان نفرات 15 هم پیدا شدن. به عبارت دیگه بسیاری از ایرانیان هم صدا و هم سو با این گروه اولیه 14 نفر شدند. اما وقتی که به تظاهرات 3-4 روز اخیر میگنیم و به شعارها توجه میکنیم، متوجه میشیم که بازداشت و محاکمه این افراد مانع تقاضای معترضان برای استعفای رهبری نشده، بلکه این شعار به شعار محوری تبدیل شده. از نخستین حرکتی که دانشجویان در دانشکده امیرکبیر، در دانشگاه امیرکبیر، در دانشگاه صنعتی، در سایر نقاط در میدان آزادی آغاز کردن، شعارشان، شعار محوریشان مسئله نابودی دیکتاتور بود و رفتن خامنه‌ای و استعفای خامنه‌ای و سپاه. و این شعارهای اصلی نشون میده که مطالبه اصلی معترضان رفتن شخص خامنه‌ای به عنوان رهبره، به عنوان فرمانده کل قواست. و مشخص شد که مردم عامل اصلی سرنگونی هواپیمای مسافربری رو و کشته شدن 176 انسانی بیگناه و نخبگان یک سرزمین رو به شعار در واقع مستقیم خود
و اینکه به عنوان فرمانده کل قوا خامنه این نقش اساسی داشته تبدیل کردن. و مسائل طنز و طنزای بسیار تراژدی، طنزای بسیار تلخ که آقایان ادعا میکنن تا روز جمعه خبر نداشتن، و تناقض ها و تضاد هایی که در گفتار فرمانده نیروی هوا فضا حاجی زاده و سخنگوی دولت هست و حرفای اینا با هم یه تناقض فراوانی داره، نشان میدهد که چی حکایاتی پشت سر این منجلاب حکومتی وجود داره. در واقع تلاش حکومتیان همچون فرو رفتن در یک مرداب هست که هر لحظه تناقض بیشتری آشکار میشه، دروغ و پنهانکاری بیشتری رو میشه. ویژگی دیگه اینها عبور معترضان از گفتمان اصلاح طلبی بود که در آبان 96 آغاز شده بود و در آبان 98 و دی 98 متبلور شد و نشان داد که دیگه شعارهای معترضان شعارهای رفرمیستی نیست، بی‌اعتمادی به اصلاح طلبان و برآمدن تدریجی گفتمان براندازی داره در جامعه شکل میگیره. دیگه بحثای خواستها و مطالبات کوچک مثل رأی من کجاست و از این قصه ها نیست، بلکه عمده شعارها علیه رهبری و سپاه و اصل نظام جمهوری اسلامی است و ضرورت گذار از اون مطرح میشه. به همون اندازه که حکومت در سرکوب معترضان وقیتر و بیشمتر و جدیتر میشه، گفتمان معترضان هم انقلابیتر و براندازانه تر و رادیکالتر میشه. به عبارت دیگه فشار حتی اکثری حکومتیان به مردم تبدیل شده به درخواست های حد اکثری مردمان به حکومت، یعنی نابودی جمهوری اسلامی. بنابراین انفعال عمده اصلاح طلبان رو در این حکایت میبینیم. دولت روحانی به عنوان ویژگی بعدی، دولت روحانی بیش از حد منزوی شده، بیش از حد حاشیه‌نشین شده و در چالش بین معترضان و رهبری و سپاه، یعنی یک سو معترضان ایستادن و یک سو هم رهبری و سپاه، دولت روحانی به حساب نمیاد. اینو ما در اعتراضات آبان 98 دیدیم و در اعتراضات در واقع دی 98 هم داریم میبینیم که دولت روحانی در موضوع اعتراضات مردم و ضد حکومتی حاشیه‌نشین و منزوی شده. نه معترضان دیگه دولت رو میبینن و علیه شعار میدن، در حال که یادتون باشه تو آبان توی دی 96 یعنی دو سال پیش شعارها علیه روحانی زیاد شنیده میشد. بنابراین نه معترضان حکومتیان رو میبینن و نه حکومت به معنای رهبری و سپاه دولت روحانی رو در معادله تصمیم گیری سرکوب به بازی نمیده، مشارکت نمیده. در اعتراضات آبان دیده شد که روحانی و دولتش در سرکوب معترضان در عمل تابع و پیرو و در این حال همسو با دیدگاه های رهبری و فرماندهان سپاه هستند. نکته بعدی، ویژگی بعدی، محوریت سپاه و یگان ویژه پاسداران در سرکوب معترضان هست و در واقع نقشی که یگان ویژه پاسداران در سرکوب بازی میکنن و نیروهای آماده رو وارد خیابون ها میکنن نشان میده که این در واقع محوریتش در تهران با کیه؟ با قرارگاه سارالاس به فرماندهی سرتیپ محمد کوثری و در شهرستان ها هم به عهده سپاهای استانی هستش. نگرانی حکومت از گسترش اعتراضات به بخش های بیشتری از مردم در سراسر کشور باعث شده که حکومت با یک نوع کمبود نیرو برای سرکوب معترضان روبرو شده. اعتراضات پی در پی، اعتراضات گسترده به گونه ای حکومت رو غافلگیر کرده
برای اینکه به طور مرتب نیروهای خودش رو در درون خیابون‌ها نگه داره. در اعتراضات دو ماه پیش در آبان 98 بنا به اعترافات خود مقامات، نظام برای نخستین بار با کمبود نیروی سرکوبگر روبرو شد از یک سو، و از سوی دیگه با کمبود منابع مالی حکومت نمیتونه مثل گذشته این نیروهای سرکوب رو تقسیه کنه. و اما نکته مهمی که در اعتراضات اخیر وجود داشت، مسئله پیشاهنگی جوانان و دانشگاهیان و دانشجویان بود که در اعتراضات دی 98 وارد صحنه شدند. در آبان 98 بسیاری از تحلیلگران بر تمرکز اعتراضات در بین اقشار فقیر و ضعیف به لحاظ اقتصادی و نیز اقشار کم سواد و حاشیه‌نشین تاکید میکردند. حالا اعتراضات از دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه تهران، دانشگاه امیر کبیر و دانشگاه صنعتی شروع شده. و اما از دانشگاه که بیم بیرون وارد جامعه هنرمندان میشیم. هنرمندان و نویسندگان به معنای واقعی در روزهای اخیر با اعتراضات مردم همراهی کردند و اعلام انصراف دادن از شرکت در جشنواره‌های سالیانه و جشنواره‌های حکومتی و جشنواره‌های مثل فجر، چرا چون دهه فجر نزدیک است. به هر حال از این حکایت که بگذریم، در این دقایق آخر به یک مسئله‌ای میخوام اشاره کنم و آن اینه که ایرانیان و جوانان ما باید بدانند که چهره واقعی قاسم سلیمانی چیست؟ چرا حکومت افرادی که با جمهوری اسلامی مخالف بودند اما در مراسم یک جنایتکار جنگی به نام قاسم سلیمانی رفتند و بخشی از مردم شرکت کردند؟ این افراد از لحاظ روانشناسی اجتماعی دچار سندروم استاکهلم هستند، یعنی یک آرزوی روانی هستش که به عنوان دلبستگی گروگان به گروگانگیر مطرح میشه. یک نوع دلبستگی عاطفی هستش که به عنوان شکنجه شده به شکنجهگر آغاز میشه. فرد مبتلا به این مرض از کسی که جونش رو تهدید میکنه دفاع میکنه و با علاقه و اختیار خودش رو تسلیم میکنه. این اصطلاح به یک جریان گروگانگیری در سال 1974 در سوئد و دفاع قربانیان از گروگانگیر برمی‌گرده که این در روانشناسی اجتماعی شکل گرفته. قاسم سلیمانی در واقع مجری اشری ارشد و معمار اصلی پروژه ضد ملی گسترش عمق استراتژیک و بیداری اسلامی و صدور انقلاب بود. بر پایه آرزوها و آرمانهای خودش و فراوان فرماندهانی که در وجود ولایت ذوب شدند و خود بیت و رهبری حرکت میکرد و این پروژه رو جلو میبرد. و به این دلیل بودش که قاسم سلیمانی در دهه اخیر اسطوره، فرمانده محبوب، معتمد و همه کاری رهبر جمهوری اسلامی بودش. خامنه ای پس از شکست در پیشبرد برنامه هسته‌ای دو گزینش تازه روی میز گذاشت. برگ اول یا گزینش اول برنامه موشکی بود که سپاه پاسداران این پروژه رو جلو می بردن و برگ دوم افسایش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود که سلیمانی مسئول مستقیم و اصلیش بودش، که در حال حاضر با مرگش یکی از مهمترین طراحان و فرماندهان سیاست منطقه ایران از دست رفته. در وجه دیگه وقتی ما نگاه میکنیم و میبینیم که چگونه سلیمانی به منافع مردم ایران زیانهای جبران ناپذیری وارد کرده، سرمایه ملی رو با یک اشارت انگشتش در عرض 24 ساعت
از خزانه بیت المال بیرون گذاشته میشد و راهی جنوب لبنان میشد که برای آسیب خوردگان حزب الله خانه و مدرسه بسازند، راهی حوثی ها میشد که شکم آنها را سیر کنند، به مردم سوریه میرسید و به مردم عراق. سلیمانی در گسترده کردن داعش نقش داشته. چرا؟ به خاطر که با شکست هایی که در نبرد با داعش داشت، تونست زمینه رو برای بازگشت امریکا و روسیه به منطقه فراهم کنه و نهایتا سیاست های هلال شیعی که گذاشته بود منطقه رو با آتش کشوند. در مورد سوریه ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سلیمانی مرتکب دو اشتباه بزرگ استراتژیکی شد. اولین کاری که کرد در اون بحبوحی جنگی که نخست اعتراضات مدنی بود، نخست بشار اسد به عنوان یک رفرمیست مطرح بود، تبدیلش کرد بشار رو به یک جنایتکار جنگی، به یک دیکتاتور خوناشان. و اعتراضات مردمی تبدیل شد به یک جریان رادیکال که این جریان رادیکال حاصلش آوارش شدن 5-6 میلیون سوری و کشته شدن صدها هزار مردم منطقه بودش. از حزب الله درخواست کرد که 2000 نیروی کمکی بفرستن به سوریه. از اونجا بود که جنگ شیعه و سنی به شکل جهادی آغاز شد. از اونجا بود که سنی ها در قالب داعش حضور پیدا کردن، در قالب القاعده حضور پیدا کردن و شیعیان در قالب سپاه قدس و نیروهایی که همراهشون بودن مثل سپاه بعد یا هشت شعبی در منطقه حضور پیدا کردن. و اشتباه دوم این بودش که در همون موقع از روسیه تقاضا کرد که به اینان یعنی به سپاه قدس کمک کنه و دست پای سوریه رو در منطقه باز کرد. وقت من تمام شده است، در گفتار بعدی این بحث رو پی میگیرم. شادکام و پیروز باشید.